شما بیننده بخش درمان برنامه سابها زندگی از شبکه جهانی آریانا هستین. امروز هم یکی از موضوعات بسیار مهم و جالب را انتخاب کردیم و می خواهیم که در مورد حالت التهابی شدن اپندکس بر شما هموطنان عزیز معلومات بدیم مطمئنند که یک تعداد زیاد از افراد هم حالت التهابی اپندکس را در طول حیاتشان تجربه کردن و گاه هم نیاز پیدا کردن تا اینکه فورا عمل جراحی را انجام بتن ولی زمانی که عمل جراحی را انجام می‌دهند، پس از عمل جراحی کدام مراقبت را در نظر داشته باشند رژیم غذاییشان چگونه که تا حال مورد عمل جراحی اپندکس قرار نگرفتن اپ کدام کارهایی را انجام بتن در زندگیشان تا خدای نخواسته اپندکسشان حالت التحابی را پیدا نکنه این بحث جالب را میخوایم صحبت بکنیم با دکتر سایب خیلی عزیز و گرامی که با ما هستن دکتر سایب فواد صافی متخصص جراحی عمومی بسیار خوش آمدین دکتر سایب صحبتان بخیر شما زنده باشین بسم الله الرحمن الرحیم سلام خدمت شما و تمام بیننده های عزیز شبکه جهانی آریانا که همین اکنون ما را بیننده هستند صبح زیبای همه بخیر امیدوار هستم که همه با صحت با لباس صحت ملوث باشه سلامت باشین دکتر صاحب ما هم خوشحال هستیم از حضور شما در برنامه قبل از اینکه در رابطه با اپندکس با شما صحبت بکنیم بسته معلوماتی خیلی جالب را در این مورد با هم ببینیم و برمیگردیم بله بیننده های عزیز طبق بررسی هایی که در مورد حالت التهابی شدن اپندکس صورت گرفتن نشان داده که میزان التهابی شدن اپندکس در مردان زیادتر از زنان هست و در اطفال که کمتر از دو سال هستند کاملا نادر می باشن. و بیشتر سنین بین 15 تا 24 سالگی افراد را مساب می و افرادی که در بین این محدوده سنی قرار دارند بیشتر حالت التهابی اپندکس را تجربه میکنن ولی که دلیلش چی هست و به خاطر پیشگیری از التهابی شدن اپندکس ما چه کارهایی را باید انجام بدیم تمام این موارد را با دکتر صاحب فواد صافه متخصص جراحی عمومی صحبت میکنیم خب دکتر صاحب ابتدا بر ما بگوین که اپندکس چه هست اپندکس عبارت از یک ساختمان تیوب ماننده است که در قسمت ختم اما یا روده های کوچک و شروع روده های بزرگ موقعیت داره بقید. که حدوداً 8 تا 10 سانتی متر طول داره و در کتاب و تحقیقاتی که در سر ازی شده گفتن که دو الا بیس سانتی متر انتروالش است یعنی اپندکسی است که در حدود دو سانتی طول داره آیا اپندکس کدام وظیفه مشخص هم در بدن داره یا خیر؟ تحقیقات نشان میده که تا اندازه در سیستم معافیت بدن رول داره چون داخل خود لومن اپندکس یا در میخود تا طبقات اپندکس یک قسم حجرات است که به نام لیمفوید یاد میشه که از نظر مافیت رول داره ولی اتور تحقیقی که نشان دهنده ازی باشه که 100 درصد دقیق است تا فعلا موجود نیست به خاطر به نام اپندکس یاد میشه اپن در انگلیسی یا در یک چیز اضافی را میگه دکس داره را میگه یعنی یک غده اضافی ولی چون وقت تحقیقات کردن که این چیز اضافی نیست یعنی در سیستم مافیات رول داره بازی را به نام ورمی فارم یاد کردن یعنی یک ساختمان کرمانند یعنی از چیز اضافی نامش کشیدن و ساختمان کرمانند عالی یادش میگه بسیار خوب دکتر صاحب در مورد اعراض و علائم و یا هم نشانه های حالت التهابی اپندکس بر ما دکتر صاحب معلومات بدین که اگر یک فرد قسمت اپندکسش حالت التهابی را پیدا میکنه کدام نشانه ها در وجودش نمایان میشه اعراض علائم اپندیسیت تحاد متفاوت است از هر فرد مثل که قبلا گفتیم ولی به صورت عموم دلبدی بیشتایی استفراغات و یک درد شدید بطنی که به خصوص از قسمت اطراف ناف یا از سر میده شروع میشه و وصف ماجرتی را میداشته باشه معمولا به طرف راست بطن میاید متوازی میشه در اینجا حغز موقعیت میکنه و یک دلبدی و نارامی شدید را همراه باشه بنابراین خوب است از ده هر او فرد یا هر او همواتن ما که یک درد شدید بطنی توام با دلبدی استفراغات بیشتری باشه باید به زودترین فرصت به مراکز صحی که امی مشکل وجا حل شوه مراجعه بکنه چه زمان دکتر صاحب اپندکس یک فرد پاره میشه و سبب میشه که محتویاتش در جوف بطن یک فرد قرار بگیره ارتباط به چند گپ داره یکی که مقاومت در این مورود بسیار رول داره که او کسایی که مقامتشان بلند است حتی کتاب گفته که تا حدود 72 ساعت یا سه شبانه روز اپندکسشان نمیکفه چون پلیس داخل وجود یا مقامت وجودشان بسیار بلند است میاید او ساحه اپندکس محاصره میکنه گارد میسازیش همو است که مانع میشه از اینکه اپندکس بکفه حتی تا 72 دو, دو, دو ساعت ولی ده او کسایی که زیاد ای گپ واقع میشه که زود اپندکسشان شان میکفه کسایی هستند که در نهایت حیات قرار دارن یعنی طفل هستن یا ای که کهنسال سال هستن باید. کسایی هستند که چندین مرتبه قبلا بد نشان بنا بر هر آفت دگی باز شده باشه کسایی هستند که مقامتشان پایین باشه مثل که قبلا ذکر کردیم و او کسایی هستند که شکر می داشته باشن چون شکر به اثرات عموم مافیت پایین میاره در چهار طبقه یا چهار گروه مردم اپندکس زودتر معروض به سراخ شدن یا کفیدن میشه آها. بعض مردم که اپندکسشان حالت التحابی را پیدا میکنه بسیار ترس دارن از عملیات اپندکس میشه در رابطه به پروسه عملیات اپندکس هم بر ما معلومات بتین که چگونه هست از ایچ عملیات باید ترس نباشه چون این یک عرف است باید انجام بپذیره خاطر از اینکه اگر مریض به موقع مراجعه بکنه یک پروسیجر یا یک عملیات بسیار ساده و عادی نزدش اجرا میشه با یک شق بسیار خورد که از نظر و اجاحت بسیار رول داره بخصوص خصوص دادن از تبقیه و اگر اونا مثلا بگوین که ما می ترسیم استرس می داشته باشن از عملیات امو است که پروسه یا وطیره التحابی پیشرفت میکنه اپندکس شان می اگر پیش از کفیدن بیاین یک شخ بسار خورد و یک عملیات بسار خوب در یک وقت بسار کم نزدشان اجرا میشه اگر او بکفه یک شق بسیار کلان که بازور ما با خط متوسط بد نواز میکنیم امه. چون توانایی یا دسترسی به تمام احشای بتنی ما پیدا بکنیم که وقتی که عملیات اپندکس اجرا شد تمام بد باید چندین مراتبه بشویم چون اروه اپندکس قسمی که گفتیم با سیستم جهاز هضمی ارتباط داره تمام محتویات جهاز هزمی در روی بطن می ریزه و یک حالتی را به ایجاد میره که ما جنرل پریتونایتس میگیم گیم یعنی التحاب تمام احشای بطنی را که پوش کرده که این بسیار خطرناک و محلک است به او خاطر بحش. پیش ازی که با اون مراحل برسه خوب است که مریض به موقع مراجعه بکنه و ترسی از عملیات احساس بسیار عالی دکتر صاحب قسم که همه ما میفهمیم وقایع بهتر از مالجه است پس قبل از اینکه مشکلتان زیادتر و بیشتر شود خوب است که سر وقت پیش دکتر صاحب متخصص بخش جراحی عمومی مراجعه بکنین تا مشکل شما را تشخیص بکنن و تداوی موثر هم بر شما عزیزان تطبیق بکنن دکتر صاحب افراد که مورد عملیات قرار میگیرن پس از عملیات چه توصیه های بشان دارین وکاسایي که اگر اپندکس شون په حالت عادي باشه التهابي باشه ولی پیش ازي كه بكفه ننزدش عمليه شوه اوقدر ريجيم غذائي خاص کار نه نمیداشته باشه معمولا 24 ساعت ي مريضا از طريق دهن چيز نميگیرن كه وقت ان بي او باشن از نظر ما چيز نگیرن و بعد از 24 ساعت باز شوب شوب يا جوجورا جورام ايات برشان شروع ميكنيم بعد از او باز میتونن مایات به شکل وافر استفاده بکنن امه. بعد از او باز میتونن رژیم غذایی نرم استفاده کنن ملایم بعدا میتونن کمافی سابق به رژیم غذایی عادی خود ادامه بدن خیلی عالی دکتر صاحب و به خاطر پیشگیری از التهابی شدن اپندکس ما چه تغییرات را در سبک زندگی خود باید ایجاد بکنیم عموما او کسایی که در جامعه زندگی میکنن که رژیم غذاییشان حاوی فایبر باشه <تصفح> یعنی سبزیجات و غذایی که دو فایبر زیاد باشه اگر استفاده بکنن کتاب ها گفته تحقیقات گفته که کمتر معروض به التهاب اپندکس میشن بسوار. و او کسایی که زیادتر استفاده کنن که کم به حالت مواجه میشن و او کسایی که در رژیم شان فایبر کم استفاده شوه زیادتر معروض به اپندیسیت حاد یا التهاب روی اپندکس میشن باید. که به صورت عموم در تمام دنیا در پنج فیصد افرادش التهاب اپندکس واقع میشه بله که بیشترین عملیات در سراسر زمین نمی عملیات اپندیسیت ها تجربه تشکیل میشه پس در کال همتانان عزیز ما هم تلاش بکنن که از غذاهای استفاده بکنن که بیشتر در ترکیبش از سبزی ها استفاده شده باشه و همچنان استفاده زیاد از میوه ها هم میتونه خیلی اه. کمک کننده باشه تا اینکه ما بتونیم حداقل وقایع بکنیم وجود ما را تا قسمت اپندکس سیستم هضمی ما به التهاب مساب نشه و بالاخره هم ضرورت نشه که ما بریم حتما عملیات را انجام بدیم یک دنیا دکتر سایب عزیز از اینکه دعوت ما را پذیر و تفصیل های بسیار عالی تان را با ما و برینده عزیز شریک کرده این. شما زنده باشین سلامت باشین از شما هم تشکر می کنم هموطنان عزیز که تا لحظه با برنامه خودتان صبح ها زندگی بودین و بخش درمان را تماشا کردین فراموش نکنین که بخش های بعدی و جالب دیگه هم در صبح ها زندگی است که تقدیم شما عزیزان خواد کردیم گزارشات زنده از همین افغان را هم در ساعت اول و دوم برنامه می داشته باشیم که تقدیمتان خواد کردیم همچنان شما که دسترسی به تلویزیون ندارین کافی است که سر بزنین به وبسایت شبکه جهانی آریانا www.aryanatelevision.com تب لایو را کلیک بکنین و صبح زندگی را در هر کجای که هستین از طریق موبایل های هوشمندتان به گونه زنده تماشا بکنین آرزوی ما صحت و سلامتی هم شما بیننده های عزیز هست اگر در رابطه با موضوع برنامه ما تا حال نظر و دیدگاهتان را نفرستادین همین لحظه مراجعه بکنین به صفحات فیسبوکتان و در قسمت عکس که همکاران ما امروز پست کردن موضوع برنامه ما هم یادآوری شده همدیگر پذیری میتونین که نظریات زیبایتان را به ما شریک بسازین در لحظات پایانی ساعت اول و دوم برنامه روی جان تمام پیامهای شما عزیزانم میخوانم و نظر هم شما عزیزان بر ما بسیار مهم و با ارزش است در حال حاضر هم وقفه داریم سپاسگزار استم از ای که بیننده برنامه های ما هستید. اگر میخواین برنامه قبلی ما را ببینید، اینجا را کلک نمایید. اگر میخواین برنامه بعدی ما را ببینید، اینجا را کلک نمایید. و اگر میخواین به چینل یوتیوب تلویزیون جهانی آریانا بپیوندید، پس اینجا را کلک نمایید.